سلام خدمت دوستان عزیزم، خوش اومدید به کانال من مریدات ام بافتنی. امروز قراره با هم آموزش این رومیزی بسیار زیبا رو داشته باشیم به همراه آموزش نقشه خوانی. اما قبل از هر چیزی اگر عضو کانال من نیستید حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید که من هر روز و هر هفته با آموزش های جذابی در خدمتتون هستم. پس بریم که با هم این آموزش زیبا رو ببینیم. برای بافت این رومیزی یا زیر بشقابی من از میل شماره قلاب 2.5 استفاده میکنم و نخم هم نخ آلیز دیبا هستش. خب ما گفتیم با نقشه میخواییم این کار رو شروع بکنیم، پس با نقشه میریم جلو. ببینید الان قسمت اول 8 زنجیره باید بزنیم. این نقاط زنجیره های ما هست، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 و 8. 8 زنجیره ما باید بزنیم و در رج بعد باید داخل این 8 زنجیره رو ما با 24 تا پایه بلند باید پر بکنیم. پس 8 زنجیره و 24 پایه بلند. پس در ابتدای کار من میام یه گره ایجاد میکنم. شما از هر نخی میتونید استفاده بکنید که حالا به انقدر ظریف هم نباشه. نخ ابریشم شما از حتی کانوای کتان گلدم میتونید استفاده بکنید، از مکرومه تک سوزنه میتونید استفاده بکنید یا حتی دو سوزنه. خب من میام 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 و 8. 8 زنجیره میزنم، میام به اولین زنجیره بستم رو ایجاد میکنم. 3 زنجیره میزنم، 2 بسته که حکم یک پایه بلندم رو داره و داخل این 8 زنجیره من باید 24 تا پایه بلند بافم که همین 3 زنجیره هم حکم یک پایه بلندم رو پیدا میکنه. پس 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تا 24 تا. من 24 تا پایه بلندم رو زدم. برای رج بعد این قسمت ما باید 3 زنجیره بزنم بعد از اینکه بستم رو زدم و یک تک زنجیره دیگه اضافه بکنم و روی تک تک این پایه های بلندم رو میبافم 24 تا رو و فاصله بین دو تا پایه های بلندم هم یک تک زنجیره است. پس یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره. پس این قسمت میام به سومین زنجیره بستم رو ایجاد میکنم، 3 زنجیره میزنم، حکم یک پایه بلندم رو داره و یک زنجیره دیگه اضافه میکنم که فاصله بین پایه های بلندم هست. میرم داخل پایه بعدی میبافم، یک زنجیره میزنم، پایه بلند بعدی میبافم، یک زنجیره، دوباره بعدی میبافم، یک زنجیره، پایه بلند بعدی میبافم، یک زنجیره. به همین صورت این رج هم بافته میشه. 24 تا پایه بلندم رو میبافم و فاصلهش یک زنجیره است. من به انتهای رج رسیدم. پایه های بلندم و تک زنجیره ها رو زدم. در انتها یک تک زنجیره میزنم و میام به سومین زنجیره بستم رو ایجاد میکنم. حالا برای ادامه کار برای رج بعدی
من باید از این قسمت کارم رو شروع بکنم. من باید بیام داخل این زنجیره. پس با یه بست میام داخل این تک زنجیرمون. میام 3 تا زنجیره میزنم. یک پایه بلند دیگه میبافم. یک تک زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. یک زنجیره رو جا میذارم. میام داخل زنجیره بعدی. 2 تا پایه بلند میبافم. یک زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه. دوباره یک زنجیره رو جا میذارم. میرم داخل زنجیره بعدی و 2 تا پایه بلند تک زنجیره و 2 تا پایه بلندم رو میبافم. دوباره میام این قسمت 2 تا پایه بلند، یعنی یک زنجیره جا گذاشته میشه، 2 تا پایه بلند تک زنجیره، 2 تا پایه بلند تا انتها. اینجا ما باید 12 تا از این پایه ها داشته باشیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 و 12 تا، چون ما اینجا یک زنجیره رو جا گذاشتیم. پس همونجور که خدمتتون گفتم، ما باید بیایم داخل این تک زنجیرمون. پس یک بست ایجاد میکنم که بیام این داخل. 3 تا زنجیره میزنم. 2 و 3. یک پایه بلند دیگه که میشه 2 تا پایه بلند. یک زنجیره میزنم و دوباره داخل همین تک زنجیره 2 تا پایه بلند دیگه میبافم به این حالت. دوباره میام یک زنجیره رو جا میذارم. میام داخل زنجیره بعدی و 2 تا پایه بلند میبافم. 1, 2. یک زنجیره میزنم. میام 2 تا پایه بلند بعدی رو داخل همون زنجیره میبافم به این حالت. دوباره یک زنجیره جا میذارم. میرم داخل زنجیره بعدی و 2 تا پایه بلند میبافم. یک زنجیره میزنم و 2 تا پایه بلند دیگم رو میبافم. دوباره میام تک زنجیرم رو جا میذارم. میرم داخل بعدی. تا انتها همین کار رو انجام میدم و باید 12 تا از این پایه ها داشته باشم. خب من تا انتها بافتم. این تک زنجیره این قسمتم بافته نمیشه و اینجا من 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 و 12 تا پایه برام بود. حالا برای رج بعد ببینید، باید حالا این قسمت رو ببافم. دوباره باید بیام داخل این تک زنجیره وسطی که بافته بودیم. میام 3 تا زنجیره میزنم. یک پایه بلند، دوباره تک زنجیره و 2 تا پایه بلند داخلش میبافم. حالا اینجا یک زنجیره میزنم ما بین 2 تا گلا. یک زنجیره میزنم، میام داخل این 2 تا پایه بلند تک زنجیره و 2 تا پایه بلند و دوباره یک تک زنجیره فاصله و دوباره 2 تا پایه بلند تک زنجیره و 2 تا پایه بلند تا انتها همین 12 تا رو به این شیوه میبافم. پس من میام به سومین زنجیره بستم رو ایجاد میکنم. میرم داخل پایه بعدی، چون من باید برم داخل این تک زنجیرم. میام دوباره بستم رو ایجاد میکنم. میام داخل تک زنجیره و دوباره بست میزنم. این بار 3 تا زنجیره، دوباره 3 تا زنجیره میزنم. میام داخل همین یک پایه بلند دیگم رو میبافم. یک تک زنجیره میزنم، دوباره میرم داخل و 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. یک زنجیره میزنم، گفتیم حد فاصله بین 2 تا گل برگام. میرم داخل این تک زنجیرم و 2 تا پایه بلند تک زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه. 1 و 2.
دوباره یک زنجیره میزنم، میام داخل بعدی تک زنجیرم و دو تا پایه بلند، یک زنجیره و دو تا پایه بلند دیگه. به این حالت تا انتها همین کار رو من انجام میدم. من تا انتها بافتم. برای رج بعد این قسمت دوباره 3 تا زنجیره میزنم، یک پایه بلند داخل زنجیره تک زنجیرمون و دو تا پایه بلند، دو تا زنجیره میزنم، ما بین این دو تا که ما تک زنجیره زده بودیم یک پایه کوتاه میزنیم، دوباره دو تا زنجیره میزنم و داخل این تک زنجیره وسط این دو تا پایه دو تا پایه میبافم، یک تک زنجیره و دو تا پایه، دوباره دو تا زنجیره، اتصال پایه کوتاه و بعد دو زنجیره و ادامه کار. پس من میام به انتهای رج رسیدم، تک زنجیرم رو میزنم و به سومین زنجیره اتصالم رو برقرار میکنم. باید برسم داخل این تک زنجیرم، پس یک بست ایجاد میکنم، داخل این قسمت میرم، 3 تا زنجیره میزنم، 1، 2 و 3، دوباره یک پایه بلند دیگه میبافم، تک زنجیره، یک پایه، 2 پایه بلند دیگه. دو تا زنجیره میزنم، میام داخل این تک زنجیره‌ای که ما بین این دو تا پایه زده بودم پایه کوتاه میزنم، دوباره دو تا زنجیره میزنم، میام داخل این تک زنجیره و 2 پایه بلند میبافم، 1، 2 تک زنجیره و دوباره 2 پایه بلند. دوباره 2 زنجیره میزنم، میام میرسم به این تک زنجیره وسط، 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، میرم داخل این تک زنجیرم و 2 پایه بلند میبافم، این اولیش، دومی، تک زنجیره، دوباره 2 پایه بلند دیگه، 2 زنجیره، پایه کوتاه، 2 زنجیره و دوباره داخل این تک زنجیره. تا انتها من همین کار رو انجام میدم. خب من این رج هم تا آخر بافتم. حالا این قسمت من دوباره میام اینجا 3 تا زنجیره، دوباره 1 پایه بلند تک زنجیره و این قسمت هم 2 پایه بلند، میام اینجا 1، 2، 3 3 تا زنجیره میبافم، میام روی این پایه کوتاه پایه کوتاه میزنم و دوباره 1، 2، 3 3 زنجیره و دوباره داخل تک زنجیره 2 پایه بلند تک زنجیره و 2 پایه بلند میبافم، یعنی این رج قبل فقط به جای 1 زنجیره به جای 2 زنجیره من 3 زنجیره میزنم و روی پایه کوتاه پایه کوتاهم رو میزنم. پس من به آخر رج پایه کوتاهم رو که زدم، میام 2 تا زنجیرم رو میزنم، 1، 2، میام به سومین زنجیره بستم رو ایجاد میکنم، دوباره پایه بعدی بستم رو میزنم، میام داخل این قسمت، دوباره 3 زنجیره رو روی تک زنجیره میزنم، پایه بعدی رو میبافم که بشه 2 تا پایه بلند، دوباره تک زنجیرم رو میزنم و میام داخل همین تک زنجیره 2 پایه دیگه میبافم.
سه تا زنجیره، یک، دو، سه، این بار سه تا زنجیره. میام داخل پایه کوتاه، یک پایه کوتاه میزنم. سه تا زنجیره، یک، دو و سه. میرم داخل این قسمت و یک، دو، تک زنجیرم و دوباره دو پایه بلند دیگه. دوباره سه تا زنجیره میزنم، میام داخل این قسمت پایه کوتاه، پایه کوتاهم رو میزنم، میام سه زنجیره میزنم، دوباره میرم داخل این تک زنجیرم، دو پایه بلندم رو میبافم، تک زنجیره و دوباره دو پایه بلند دیگر رو میبافم. به همین صورت تا انتها دوباره همین کار رو انجام میدم. خب من این رج رو هم به اتمام رسوندم. برای رج بعد این قسمت هستش که باید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 زنجیره بزنم. داخل این تک زنجیره وسط دوتا پایه بلندمون باید یک پایه کوتاه بزنم. دوباره 9 تا زنجیره این روی تک زنجیرمون، یک پایه کوتاه، 9 زنجیره روی تک زنجیره، یک پایه کوتاه. تا انتها همین کار رو من باید تکرار کنم. پس این قسمت که پایه کوتاه رو زدم باید 3 تا زنجیره بزنم، 1, 2 و 3.